اینترنت چه تغییری در مناسبات انسانی ایجاد کرده است؟ ظهور دنیای مجازی چه مشکلاتی را از میان برداشته و چه چالش‌هایی پیش روی بشر قرار داده است؟ سلام من داریوش کریمی هستم حدود 150 سال پیش یکی از شیفتگان علم و فن در توصیف تلگراف گفت با ظهور این رسانه هر فرد انسانی خواهد توانست با هر فرد دیگر در هر کجای دنیا حرف بزند در این توصیف هیجانی دیده می شود که امروزه در مورد اینترنت هم جاری و ساری است با این تفاوت که انقلابی که در نتیجه اینترنت ایجاد شده را کمتر کسی می تواند دست کم بگیرد و نیازی به گذافگویی برای توصیف تأثیرات آن بر زندگی شخصی و اجتماعی نیست مقایسه نسلی که با اینترنت بزرگ شده با نسل های پیش از آن تردید در مورد تاثیر عمیق آن را از میان برمیدارد. اونچه که مایه تردید است کیفیت این تاثیر و سویه های گاه متناقض آن است تا اونجا که این سوال که آیا بشر دوچار اینترنت شده حالا دیگر سوال چندان بی جایی به نظر نمی رسد در جواب این سوال اغلب گفته می شود اینترنت ابزاری است که باید صحیح از آن استفاده کرد اما اونچه در بافت اجتماعی جوامع مدرن می بینیم این است که اینترنت تا حد زیادی نحوه استفاده از خود را هم دیکته می کند ولی آیا این نگرانی ها مشابه نگرانی هایی نیست که هر فناوری جدیدی ایجاد کرده و آیا اینترنت بیش از آن که عامل دلشوره باشد عامل امیدواری نیست از مهمان های برنامه این هفته میپرسیم آیا اینترنت در درون خود امکانات حل مسائلی که ایجاد کرده را ندارد در پنل اول غلام خیابانی استاد علوم ارتباطات در دانشگاه ساسکس و عرفان ثابتی پژوهشگر جامعه شناسی علم در دانشگاه لنکستر و مخاطبان اونها قومن مقرازی دانش آموخته فناوری اطلاعات و توبا زکیپور دانشجو خیلی خوش آمدید آقای خیابانی شما بیشتر ابراز امیدواری میکنید در مورد اینترنت و تأثیراتی که به جا گذاشته چرا من فکر کنم خوبه که با همون نکته که خودتون در آغاز و صحبتتون به اشاره کردین شروع کنیم همون. امیدها و آرزوهایی که در مورد مثلا تلگراف هم وجود داشته و این حقیقت که این به صلاح آمال آرزوها برای استفاده از تکنولوژی در واقع مدرن برای پیشرفت روابط انسانی و جوام انسانی خیلی تاریخ طولانی داره یعنی چیز جدیدی نیست در مورد اینترنت این شروع نشده از مدت ها قبل ما اینو داشتیم و این مرتب سناریویی که تکرار میشه در مورد اینترنت سه تا در واقع پیش خیلی درخشان شد و به نظرم به لحاظ پتانسیل اینترنت این پتانسیل رو داره ولی که این پتانسیل به واقعیت پیوسته در واقع دو تا حادثه در واقع دو تا موضوع متفاوته یک نکته اولی که در مورد اینترنت به ششاره در مورد وعده‌ها و پیش اینترنتی این بود که اینترنت به افزایش بازدهی تولید و کاهش در واقع هزینه‌های تولید و بر همون مبنا به در واقع افزایش سطح عمومی زندگی مردم کمک, می کمک میکنه. واقعیت اجتماعی چیزی خلاف اینه مثلا توی خود همین انگلیس جز کشورهای در واقع پیشرفته و مرکزی سرمایه‌داری از دهه از سال 79 مثلا شما به سال 70 نگاه بکنید درصد کسایی که زیر فقر زندگی میکردن 9 درصد بود در الانی که داریم صحبت میکنیم چیزی نزدیک به 30 درصده 1979 میلادی 40 سال 40 آه. سال ولی ببینید که در واقع شکاف در واقع طبقاتی توی این فاصله خیلی چه خیلی عظیمتر و بزرگتر شده و سهم مردم از در واقع درآمد ملی و منابع ملی به شدت کاهش پیدا کرده این یه نکته و یک وعده وعده دوم این بود که با اومدن اینترنت در واقع دیگه پدیده و اون شکاف بین به تولید کننده و مصرف کننده در رسانه ای و فرهنگی از بین میره زمانی بود کسایی بودن که می نوشتن و کسایی بودن که می خوندن خب الان دیگه و به یه شکلی هم تا حدی هم در واقع هست نمونه هاشو داریم در مورد مثلا وبلاگ نویس و در مورد شهروند خبرنگار فلان مقولاتی که باش مثلا آشنایی داریم متین یه گیره در واقع اینجا توی بحث یه گیر گیره جدی وجوده. توی پیش بینی یه گیره جدی وجود داره اونم اینه که اساسا در واقع مسئله دستیابی به کالای فرنگی و رسانه ها رو مسئله در واقع تولید معرفی میکنه در که نکته گرهی و کلیدی اصلی مسئله در واقع توضیحه این توی همه اعصاب بوده مثلا تکنولوژی جدید به من این امکان میده که من برم با مثلا دوربین خیلی کوچیک دیجیتالم فیلم یا مثلا فیلم مستندی تهیه کنم خب این فیلمو که تهیه کردم در مورد یک جنبه از زندگی اجتماعی در ایران اگر مثلا بی بی سی نشون نشونده من قرار اینو کجا مثلا نشون بدم مشکل در واقع مناسبات اجتماعی و در واقع روابط اجتماعی هستش به خصوص نقش در واقع سرمایه به خصوص نقش دولت توی سازمان دادن یعنی به جای که فکر کنم سال کنیم که مثلا اینترنت چه تاثیراتی گذاشته خوبه بپرسیم که چه شرایط اجتماعی باعث شده که اینترنت در واقع ساختار و سامانه فعلی شده داشته باشه به این ترتیب معتقد هستید که اینترنت یک چیز خنثایی هست که مناسبات اجتماعی تعیین میکنه که چه تاثیرات خاصی با... چه تاثیرات خاصی داشته باشه دقیقا واقع شرایط اجتماعی وسیع تر فکر میکنم در واقع توی شکل کنونیش نقش خیلی برجسته داشته اینو ما در مورد تک تک, تک تکنولوژی ها داریم مثلا همین ماجرای به سلام مطبوعات مطبوعاتی که نقش خیلی برجسته تو خیلی جنبش های اجتماعی قرن 18 و 19 بله. داشتن الان در انصار چندین شرکت محدودن آیا چنین آقای ثابتی من فکر می‌کنم یک جور دیگه ای هم میشه به این قضیه نگاه کرد اینترنت هم خودش نشانگان عصر پست مدرنه و هم کمک میکنه به پیشرفت و پیشبرد پست مدرنیته و من فکر میکنم کلمه کلیدی که ما اینجا باش سر و کار داریم تحرکه حرکت و سیالیت یک زمانی مارکس گفتش که هر آنچه که سخت است و صلب است بخار می شود و به هوا می رود بهم. ولی اتفاقی که افتاده در عصر پست مدرن اینه که بخار نشد چیزی سیال شد همه اون چیزهایی که ما داشتیم به صورت شناور درآمد تمام اون ارزش ها و به طور دائمی و در هر زمانی در حال تغییر هست اگر اجداد ما نیاکان پیشین ما میلیون ها سال زمان داشتن که خودشون رو بر اثر فرایندهای تکاملی با اون تغییرات تدریجی تطبیق بدن ما در اصلی زندگی میکنیم که اینقدر تغییرات سریعه که نمیتونیم صبر بکنیم فرایندهای تکاملی به ما کمک بکنه میلیون ها سال تا ما خودمون رو تطبیق بدیم من فکر میکنم مشکل در اصل این هست که ما چگونه با این تغییرات خودمون رو هماهنگ بکنیم با این سیالیتی که حاکم بر زندگی ما شده و ما نمیدونیم که آیا ارزش ها و هنجار های اجتماعی و اخلاقی ما هم دستخوش تغییر میشن بر اثر اینترنت یا نه یعنی تحقیقاتی که شده خیلی متناقضه شما هر دو سوی ماجرا رو میتونید هم له و هم علیهش رو ببینید ولی من فکر میکنم اگه چهار خصیصه جزء در از سف... با... نکات جذاب اینترنت بر همون همونها میتونه به صورت شمشیر دولبه باشه که علیه خودش عمل میکنه یعنی اگر بگیم که اینترنت پدیده‌ای هست که به ما فرصت تعامل میده به ما فرصت تخیل بی حد و مرز میده به ما فرصت گمنام بودن رو میده و به ما در دست رس بودن رو ارائه میکنه که اینا هر چهارتا برای خودشون جذابن یعنی در دسترس پس با تلگراف فرق داره که محدود به اپراتورهای تلگراف بوده در یک به یک صورتی یک نخبگانی بودن که ازش میتونستن استفاده بکنن و بعد تعاملی هست ما را در یک ارتباطی با دیگری قرار میده و یا اینکه به تخیل ما کمک میکنه میتونیم بگیم هنرمندی که در این از زندگی میکنه خیالش هیچ حد و مرزی نداره و همینطور که به ما امکان گمنام بودن رو میده در این تعامل یعنی خطر رو کم میکنه ولی همین چهار تا میتونه به ضد خودش هم عمل بکنه در خود اینترنت در خود اینترنت شما گمنام هستید گمنام بودن و اینکه شما میتونید اسامی مستعار استفاده بکنید و با دیگران هم در ارتباط قرار بگیرید ممکنه به شما این امکان رو بده که عادت بکنید به فریبکاری یعنی شما میتونید آسیب و زیان ببینیم اجازه ببینیم سوال چه چهارش... از اجازه از خیابانی شروع بکنم شما میفرمایید که انتظاراتی که از اینترنت داشتیم برورده نشده و اینترنت اون تأثیر رو که باید روی جنبه های رشد اقتصادی میذاشته نذاشته و حتی شکاف طبقاتی بیشتر شده ام. اما خب ما میدونیم که اینترنت و تکنولوژی جزو در واقع ابزار تولید هستن و طبق نظریه مارکس ابزار تولید هستش که روی زیربنای اقتصادی جامعه تاثیر میذاره و این زیربنا ساخت های اجتماعی ساخت های فرهنگ سیاسی جامع جامعه رو شکل میده بنابراین آیا فکر نمی کنید که واقعا تاثیر گذار بوده یعنی اگر الان شکاف طبقاتی بیشتر شده ناشی از علل دیگه ای هست در مسائل اقتصادی و چه بس اگر اینترنت نبود و بدتر از این بود شاید میشد شاید نمیشد اون به اصطلاح گمان زنیه ولی ببین مثلا در مورد خود تکنولوژی دقیقا خیلی تاثیر میذاره گفتم تو گفتم یک از پیش بود که توی در واقع افزایش بهره اقتصادی و در واقع کمک به رشد اقتصادی میتونه خیلی نقش برجسته ای داشته باشه و توی زمینا میتونه این در واقع بوده و ام، امکانش هم هست ولی در رابطه در واقع با مناسبات وسیع اجتماعی مثلا الان یکی از مشکلاتی که هست در مورد ایران خودمون در واقع این ماشین های مثلا بلیت های اتوماتیک ها آوردن خب این باعث شده که بخش قابل توجهی از کارگرایی که توی شرکت وارد کار میکردن و بلیط فروش بودن کارشون از دست بدن و خیلیشون مثلا آدمای بازنشسته بودن و فلان توی خیلی از عرصه های دیگه تولید تکنولوژی به جای اینکه در واقع مبنایی بشه برای کاه... کاهش سطح کار برای کاهش در واقع فشار کار برای در واقع افزایش ساعت در واقع مطالعه و تفریح مردم و افزایش حقوقا تبدیل شده به چیزی برای اخراج کردن در واقع چیه کارگرا در... و کمپنی... کارمندا کمپانی اومدن که خلاصه این دستگاه رو طراحی میکنن میسازن نصب میکنن نگهداری میکنن و یه کارمند دارن میشن اونام تکنسین دارن از اونم کارآفرینی شده آره اصلا قابل مقایسه نیست آخه خب طبیعتا اونجا هست ولی خود حتی همون کارگرم هم که برای این شرکت ها کار میکنه اصلا ببین آی بی ام یکی از بزرگترین در واقع شرکت هایی تو این عرصه شرکتی که اجازه نمیده کارگراش عضو در اتحادیه کارگری باشن به با عنوان مثال مایکروسافت تبدیل شده به یک در واقع قول بزرگ در واقع اقتصادی این برای این که در واقع... یا نظام سرمایه داری میخوام ببینم نظر آقای ثابتی چیه راجع به این اینها رو در واقع میمونه که ما در این مزرات جامعه مدرن رو به اینترنت نسبت میدیم میگیم آی بی چنین نمیدونم من فکرم بالاخره رسانه خودش پیامه یعنی غیر از اینکه اینترنت نشان دهنده ای اصر سیال پست مدرن ماست خودش هم در اون تشدید اون وضعیت سیالیت و تغییر همه, همه جانبه و همیشگی کمک میکنه اگر بخوام استفاده کنم از مثالی که زیگموند با من در بحث تفاوت بین انسان مدرن و پست مدرن میزنه در یک مبحث دیگه ای میتونم بگم که با من میگه که انسان مدرن مثل یک زائر بوده زائر قبل از اینکه به سفر بره برنامه ریزی میکنه و میدونه که مقصدش کجاست و با یک تشریفات و آداب و مناسک خاصی هم به زیارت میره این انسان مدرنه که از یک اخلاقیات مشخصی پیروی میکنه انسان پست مدرن به تعبیر او زائر نیست توریسته. یا گردشگره بله. یا خانه به دوشه خانه به دوش کسی هست که نمیدونه که مقصد بعدی کجاست در راه میره عین کسی که تو اینترنت میگرده شما میرید اگر یعنی نمیگم همه میتونن اینجوری باشن ولی کمک میکنه به که شما از یک وبسایتی به وبسایت دیگه میرید و با لینک ها شما اصلا نمیخواستید برید راجع به مثلا چه رو گم کنید گم میشید در از, در از در این هزار تو به خاطر همینه که با من میگه که انسان پست مدرن دیگه مثل اون تعبیر جیل که از انسان ایلاتی صحبت میکنه نمیتونه ایلاتی باشه چون ایلاتی هرچند متحرکه و در حرکته ولی ایلاتی میدونه چه فصلی کی به کجا میره و درسته در یک جا ساکنیست برمیگرده ولی انسان پست مدرن که یعنی کسی که وبگرد هست به تعبیری حالا اون خانه بدوش رو حتی هم میتونیم اگه یه ذره بخوایم منفیتر ترجمه کنیم میتونیم بگیم ولگرده انسان پیش از اینترنت زائره هدف داره میدونه کجا میخواد بره برمیگرده به جای خودش و به نظر میاد یه تدایی مثبتی داره دیگه انسان دوره اینترنتی در آخرین توصیفیشون کردن ولگرده به تبعیت از با من یکی از فیلسوفان معاصر آیا چنین هست واقعا این فکر خیلی ب... عمومی کردن نه نه بد بینانه نیست ولی خیلی بس خیلی عظیمیه به در واقع لایه های مختلفی که مثلا هست ببین مثلا تو بحث مثلا نسلی که میشه تمام نسل های اون چیزی که شما به عنوان نسل اینترنت ازش اسم بردید خب این خیلی معمولا جا افتاده است ما خیلی از دورها رو دیگه به عنوان مثلا جامعه سرمایه داری ازشون اسم میبریم مثلا جامعه اطلاعاتی هست جامعه جهانی هست چه میدونم عصر تلویزیون عصر رادیو حالا هم که عصر اینترنت و نسل اینترنت هم باش اومده این ما تو جوامعی زندگی میکنیم که بخش قابل توجهی اینا یادمون نره از دسترسی به اینترنت کلا محرومن ببین مثلا توی کشور خود ما ایران 19 درصد جمعیت ایران دسترسی به اینترنت دارن و از این 19 درصد بخش عظیمشون هفتگی دسترسی ندارن بله. خب تعمیم دادن مثلا نسل اینترنت بله. به کل جمعیت ایران یا مثلا به کل فرزن جمعیت آفریقا در حالی که مثلا می‌دونیم میزان در واقع تلفن که خطوط تلفن توی توکیو از کل مثلا بخش قابلیت آفریقا بیشتره خب یه بس دادن عمومیه ولی اه 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 این درسته ولی اگر اون کسانی که با اینترنت بزرگ شدن رو ما در نظر بگیریم یعنی قبول داریم که در جامعه ایران همونجوری که شما گفتید تعداد کمی هستن هنوز که با اینترنت بزرگ میشن آره. ولی اگر همونها رو که با اینترنت بزرگ شدن بخوایم مقایسه کنیم با پیشینیانشون با پدر و مادرشون آیا میشه گفت که پدر و مادرها اینها زائر بودن اینها ولگردن به دلیل اینکه از اینترنت استفاده میکنن نه اصلا فکر کنم در واقع م... چیز مقایسه در واقع یا ت... تعبیر نقاد نع... <applause> تعبیر نعادلانه. ببین یکی از مشکلات دیگه هم که اصلا الان نشستیم اینجا راجو مثلا اینترنت به شکلی صحبت میکنیم که گویا اینترنت یک تکنولوژی یک پدیده واحدیه آها. نیست به نظرم اینترنت مجموعه از در واقع مثلا همگرایی بین تکنولوژی مختلفه شما وقتی مثلا فکر می‌کنید مثلا که قلم تو مثلا می‌شین اینترنت استفاده می‌کنی یا نه خب این اینترنت استفاده کردن من شما باید روشن بکنیم شوش. که یک آیا منظورت اینه که مثلا من از طریق اسکایپ با دوستام دارم صحبت می‌کنم برنامه گذشته پرگار رو دارم نگاه می‌کنم دارم یک مقاله آکادمیکی که به دست من رسیده می‌خونم یا دارم میخونم. از طریق ایمیل جوک رد و بدل می‌کنم بله. بله. قاطی کردن و ریختن همه اینا توی کاسه تحت اون اون اینترنتی ای که از به نظر میاد از مشکلات اساسی بس در مورد اینترنته درست اینا این, این یک سان از مهمترین بحثای این برنامه خواهد بود آقای خیابانی و به همین دلیل باید بهش برگردیم وقتی میگیم اینترنت منظور چه بخشی از اینترنت ولی این بحثو اینجا پارک میکنیم به دلیل اینکه نمیخوام دیرتر از این سوال از خانم زکی پور بگیریم خواهش میکنم روی سخنم با آقای خیابانی هستش و اینکه میگن که نحوه استفاده ام، فرق میکنه نحوه استفاده از اینترنت با خود اینترنت فرق میکنه و من بیشتر نگرانیم در مورد نسل جدیدی هست نسلی که آقای کریمی میگن با اینترنت بزرگ شدن ام، و اصولا ام، حالا من اگه بخوام تجربه شخصی خودم رو در نظر بگیرم بچه من که هم نسلی هستش که با اینترنت بزرگ شده و هم نسلی هستش که مهاجرت کرده مشکلات مهاجرت مشکلات هویتی مشکلات فرهنگی اینا رو هم داره ضمن اینکه از لحاظ فکری و ذهنی اون به اون بلوغ نرسیده چطور میتونه با این ام ام حمله که حمله اطلاعاتی که از اینترنت بهش میشه کنار بیاد چون که به نظر من بچه ها اون رشد و اون بلوغ ذهنی رو ندارن قدرت قضاوتشون خیلی پایینه که تشخیص بدن چه اطلاعاتی درسته چه اطلاعاتی غلطه ضمن اینکه خیلی ها اصولا توانایی این معتبر بودن خیلی از اطلاعاتی که روی اینترنت هستش رو هم ندارن اصولا خواستم نظر شما رو بدونم به نظرم فوق العاده مهمیه و نگرانی خیلی جدی و مهمی هم هست یعنی فکر خیلی در این مورد که در واقع کودکانشون یا بچه‌شون چه حدی دسترسی به اینترنت دارن چه استفاده می‌کنن و معرض در واقع چه چه دست از پیام‌ها و در واقع تصاویر یا مثلا عکس ها یا مثلا پیام ها و نوشته های میشن خیلی خیلی بحث مهمیه و به این لازم بگم خیلی باید با احساس مسئولیت به این قضیه برخورد کرد در این مورد ببین چند تا نکته است یک خود سطح به بازم برگردیم به همون نکته ای که در مورد اینترنت هر رسانه ای در واقع سواد خیلی معین و به کارگیری و تمرکزی یک حس ما رو مثلا میخواد در مورد رادیو شما حتما باید حس شنوایی تو خیلی متمرکز کنی در مورد تلویزیون یا سینما حس بینایی خیلی مهمه اینترنت در مجموع خیلی از این چیزها رو از ما ممکنه مثلا طلب بکنه دیگه همزمان اگر شما یک مجموعه مثلا دارین نگاه میکنین یا در واقع دنبال میکنید این چیزا خب این احتیاج به یه حدی آموزش داره همونطور که مثلا استفاده کردن یا مثلا فهمیدن یا لذت بردن از یک نقاشی از یک فیلم یا از یک برنامه تلویزیونی احتیاج به یک حدی در واقع سواد برای شکستن و خواندن و قرائت کدهای در واقع معارف تو این برنامه مثلا هستش و مهم هستش در مورد اینترنت هم به نظرم همین قضیه عمل میکنه بخش میکاره. بزرگی از اون آموزش از کنترل <تصفح> من, من والد خارجه و خیلی از خیلی از پدر و مادرها اصولا اون دانش رو یا تواناییش رو اصلا ندارن که بتونن آموزش رو بدن شکاف, شکاف نسلی که هست ولی در این مورد ببینی خیلی از نکاتی که بخصوص در مورد بچه ها مطرح میشه مسئله سایت های به اصطلاح پورنوگرافیکه که تا چه حدی در واقع بچه ها از این جهت مورد حمله قرار میگیره و به نظرم خیلی مسئله جدی هستش و اونجا یه به خطر جدی هستین که چطور میشه در واقع با این قضیه مقابل کرد ولی اجازه بدید اگه من فکر یک ذره در واقع میخوام بگم که اینترنت در این خطراتی که هست نکات در واقع مثبتی هم که میاد برای ما میاره چه چیزایی مثلا به چه شکل میتونیم عجبش کنیم و به چه شکل میتونیم نکات مثبت رو در واقع تقویت کنیم یک لحظه از اون زاویه به اصطلاح تجارب شخصی خود ما بکشیم دوربین رو بکشیم عقب و تصویر در واقع وسیع‌تر نگاه بکنیم من میتونم بگم که مثلا اگر دسترسی به اینترنت میتونه در واقع خطر تلقی بشه میشه گفت که دست نداشتن به اینترنت هم خودش یک خطریه مثلا توی ایران خود مسئله به دسترسی به اینترنت به نظر تبدیل میشه به یکی از حقوق در واقع انسانی کودکا درست مثل حق داشتن مسکن حق داشتن به آموزش حق سقف روی سر فلان چی. از این زاویه میخوام اینو بگم که در واقع دو طرف قضیه رو نگاه بکنیم موقعی که بحث برمیگرده در مورد وضعیت اینترنت و چه تاثیراتی میتونه داشته باشه اینترنت متاسفانه به شکلی در واقع سازمان پیدا کرده و شک گرفته مثل حکایت بستن به اصطلاح سنگ و رها کردن سگه و این خطراتی که مثلا شما بهش اشاره میکنین هست دیگه حالا در درون اینترنت اونهایی که مدافع اینترنت هستن میگن مکانیسمایی هست که بشه بر این چالش ها غلبه کرد چه این نیست؟ آجا صد مسئله به نظرم گیر تکنولوژی نیست گیر اراده سیاسی هستش که آیا اراده اونجا و فشاری برای در واقع تحمیل این قضیه و سازمان داره این قضیه هستش چون ببینیم تمام در واقع تکنولوژی اتفاقی یکی از ویژگی خاصی که بخصوص خصوص تلوی... تکنولوژی دیجیتال داره اینه که در این حالی که در واقع فضا و فرصت گسترش در واقع دسترسی رو به کانال ها و مجراهای مختلف باز میکنه میتونه خیلی از کانال رو ببنده, ببنده, مثلا ببنده. شما انگلیس اگر کارت های به اصطلاح هوشمند رو نداشته باشین مثلا مسابقات فوتبال رو نمیتونید هم بکنید همون تکنولوژی که میاره برای شما میتونه ببنده همین در مورد دسترسی به خیلی از مثلا وبسایت هایی که میتونن در واقع مخرب باشن برای مثلا بچه ها و نه فقط برای بچه ها برای خیلی از کسایی دیگه میشه جلو در واقع اینا رو گرفت و قدم هایی در این مورد برداشته شده که میشه در واقع چیه عملیشون کرد مثلا اینجا اراده سیاسی مهمه و در این حال امکان سواد تکنولوژی که والدین هم هست دیگه اینم نکته مهمیه آقای ثابتی یه چیزی که توی صحبتهای خانم زکی پور بود و به نظرم مهمه اینه که سرعت تحول اینترنت باعث شده که شکاف نسلی بیشتر بشه فهم نسل ها از همدیگه میتونه کمتر باشه به دلیل سرعت تحول اینترنت چنین نیست؟ بله ولی در آمریکا مثلا من میدیدم تحقیقاتی که شده و داره شکاف نسلی کم میشه یعنی تقریبا به 5 درصد رسیده شکاف نسلی کسایی که کس از پنجاه سالگی به بالا کاربر اینترنت هستن در آمریکا با کسانی که زیر بیست و یک سال هستن یعنی کم کم اون شکاف داره برطرف میشه من مشکلی مثل مثلا مشکل سایت های هرز نگارانه رو خیلی راحت همینطور که آقای دکتر فرمودن میبینم حل شدنشو مشکلی اون ای که من دارم چیزی نیست که بشه به این وسیله حلش کرد اون مسئله این هست که خود این رسانه شما رو به یک کار به یک عاداتی در شما بار میاره که اون رو باید بر اساس هنجارهای اخلاقی بیرون از فضای اینترنت باهاش مقابله کرد شما در اینترنت کلا یاد میگیرید که وارد روابط کوتاه مدت بشید هر وقت خواستید آفلاینید کسی مثل تلفنتون نیست که شما هر وقت زنگ میزنه اگه جواب ندید اولا که ممکنه سایلنت نباشه بالاخره همیشه شما را یک جور فشار روانشناختی به شما میاره مجبور میشید که جواب بدید اونجا هر وقت میتونید میتونید آفلاین برید میتونید جواب ندید راحت یه دکمه دیلیت میزنید با صد نفر دیگه دوست, دوست نیستید میشه. روی فیسبوک یه دکمه حد میزنید دوست میشید. دوست میشید همه چیز خیلی همون حالتی گفتن سیاله و... و در حالت گذره حالا انسانی که و من توی تحقیقات دیدم ج... جوان جوانان غربی مخصوصا خیلی این حالت رو دارن که روابطشون خیلی ر... و روابط منظورم عاطفی عشقی روابط زودگذر و کتا زود زود گذره یعنی عادت میکنه همون کاری رو که در فضای آنلاین اجرا میکنه مجده. در زندگی روزمرهش انجام میده این خیلی فرق داره با اون مشکل سایت ها که آن راحت ش... میشه بسته من مطمئنم میکنم به بحث حریم خصوصی که میفرمایم من میگم که خب این باعث میشه که حریم خصوصی تو هم بیشتر بشه یعنی دیگه مزاحمت تلفن رو نداریم نوع تعاملات افراد حتی با همدیگه عوض شده یعنی اگه قبلا ما توی محفلی مینشستیم با هم آشنا میشدیم و دیگه شما موبایل میگرفتیم الان حداقل بین جوان‌ها رسمه که اول از همه از هم آیدی فیسبوک میگیرن بیشتر آشنا میشن، بیشتر در مورد مطالبی که حالا نشر میکنن میخونن و خب اون حالت مزاحمت سابق رو هم نداره که حتما زنگ بزنی به طرف و همون لحظه مجبور جواب تو بده خب یه ذره مسئله تعهد رو زیر سوال میاد یعنی اینکه من به دیگری به عنوان یک سوژه اخلاقی متحدم یا به قول کیرکگارد برای من میشه یه سوژه زیبایی شناختی که موضوع بازیه موضوع لذته یعنی من فکر میکنم اینترنت میتونه نمیگم لزوما این کار رو میکنه میتونه باعث بشه که من به با, دیگر، با دیگری به عنوان یک ابژه لذت نگاه بکنم هر وقت به من لذت داد میرم ولی مگر و... دوستی خواستده. های انسانی برای لذت نیست شما مگر با کسی دوستی نمی کنی برای اینکه از وجودش لذت میبری مگر این ایرادی داره اگه صرف لذت باشه از دید من و بعضی افراد دیگه ایراد داره شما دوستی می کنید که به یک مثلا کمالی برسید در دیگری چیزی رو میبینید که شما رو جذب میکنه مثلا در لحاظ اخلاقی ولی در اینترنت معمولا شما درسته که یک جامعه سعی میکنه برابری طلبانه را ایجاد کنه جنس و سن و نژاد و دین و اینها ملیت مهم نباشه ولی اونجا هم هنوز کسی که باهوشتر باشه کسی که مخصوصا تو کاری که بین جوان گفته شوخ های خاصی داشته باشه و کسی که خیلی سریع میتونه جواب بده که محبوبیت پیدا میکنه مثلا در شبکه های اجتماعی یعنی اینجا هم باز اون برابری طلبی به صورت مطلق وجود بله. نداره کسی که مطالب مهمتر جالبتر حالا عکس های خبری دل. یا هر چیزی رو, رو فیسبوکش بیشتر شیر میکنه میبینیم که سابس... سابسکرایب بیشتری داره و مردم بیشتر, بیشتر پیجش رو میکنن خب اگه سلبریتی هم باشه باز ولی نه, م... نه، اگر شما در فیسبوک مطالب جالبتر بنویسی بیشتر سراغتون میان دیگه این چه ایراد داره؟ نه نه این ایراد نداره ولی آیا من با این دیگری رابطه ي... مستحکمی دارم مستحکمی دارم یا, یا یک رابطه گذرا است برای هم گفتم خانه به دوشیه یا مثلا دو گردشگری میره یه جاهایی به عنوان به صورت یک غریبه یا نیمه غریبه سرک میکشه از دیگران انگار یک عکسی میگیرید بذار ببینیم آقای نظر <applause> چیه آیا اینترنت ارتباطات انسانی رو به گفته ایشون خیلی کوتاه مدت و زود گذر کرده و در این حال یک نقد جدیتر هم هست اینکه اینترنت انسانها رو اتمیزه کرده یعنی هر کسی خودش تنها پشت کامپیوترش با لپتاپش هست و فکر میکنه با دیگران در تماس در صورتی که در تحلیل نهایی ممکن تنها به نظر بیاد دیگه آیا این چنین یا اینکه نه اینترنت به گسترش تعامل انسانی کمک کرده شما سال پیش امکان این رو نداشتی که افکار خودت رو با مثلا 200 نفر در آن واحد سهیم بشی و اونها هم نظر بدن در مورد چیزی که شما نوشتی کدوم یک از این یک پرداکس عجیبه یک تناقض عجیبه کدوم یک از این دو واقعا میچربه اینترنت کمک کرده به تعامل انسانی یا اتمیزه کرده انسان ها رو هر دو تاش به نظرم خود پدیده به سرعت رابطه گیری و در واقع افزایش در واقع روابط در واقع اجتماعی و روابط فردی و شخصی و گروهی توی اینترنت خوب شده تقویت شده اینو کسی نمیتونه انکارش بکنه و من فکر نمی کنم روابطی که گرفته میشه خیلی لزوما به خاطر اینکه اینترنت روابط کوتاه مدت شما با همون اندازه که مثلا میتونی کسی رو مثلا از لیستت حذف بکنی میتونی جواب تلفن هم ندی میتونی اگه کسی برات پیغام بذاره پارش کنی اگه مثلا براتون نامه میفرستاد نمیخواستی بخونی میتونی سی پارش کنی دورش بریزی یعنی خود در ذات اینترنت تفاوت چیزی مثلا نیست که باعث میشه که فرضاً من یا مثلا کسی دیگه نسبت به همدیگه مثلا چیه با سردی بیشتر یا با خشونت بیشتر یا با گرمی بیشتری صحبت مثلا بکنیم و رابطه بگیریم گیر در واقع به نظر مسئله مثلا اون چیزی که شما به عنوان اتمیزه کردن در واقع ازش اسم بردین و در واقع روابط فردی ببین بازم اینجا یه تناقض هست افراد جلو کامپیوتر میشینه ولی بخش قابل توجه از این جلوی کامپیوتر نشستن و با این توی اینترنت بودن شامل رابطه گیری با افراده از طریق ایمیل از طریق در واقع چه میدونم فیسبوک توییتر و بلاگ شما حتی تلفنی صحبت کردن از طریق اینترنت یعنی خود همینا تونسته و توی عرصه‌های مختلفی خیلی گسترش داده اتمیزه کردن در واقع یک پدیده عمومی تری هستش بله. که قبل از اینترنت وارد شده بود توی دهه به سال 70 تاچه خیلی مش... جمله چیزی به عنوان جامعه وجود نداره مجمعه. فقط افراد خب این تمرکز و تاکید بر افراد و در هم شکستن حس رسانه همبستگی ده. و جمعی یک پدیده مثلا دراز مدتیه اینترنت شاید به یه لازم مثلا تقویتش کرده ولی مقصر اینترنت نیست ولی میتونه تقویت کرده باشه میتونه می تقویت, تقویت, تقویت من کنه من دلم میخواد دوباره بحث رو بیام رو بچه ها چون که شما وقتی صحبت میکنین به نظر میاد دارین راجع به بزرگسالان صحبت میکنین کسایی که میدونن بر رو نحوه استفاده از اینترنت بیشتر تاکید میکنین من باز تاکیدم روی این مسئله هستش که همونطور که آقای ثابتی هم فرمودن نحوه استفاده از اینترنت بچه نحوهی که بچه از اینترنت استفاده میکنن و همین دنیای مجازی روی رفتارهای اجتماعیشون خیلی تاثیر گذاشته یعنی مهارت های اجتماعیشون رو خیلی پایین آورده چون هیچ اتفاق واقعی نمیفته تعامل اجتماعی در واقع اتفاق نمیفته و همونطوری که عادت کردن که همه چی رو خیلی سریع اطلاعات رو حالا یا روابط رو هرچی رو به طور سریع از روی اینترنت بگیرن توی روابط اجتماعیشون هم انتظار دارن همه چی خیلی سریع اتفاق بیفته خیلی کم حوصله یعنی شدن یعنی بیتاب شدن دقیقا همینطوره و انتظار دارن همه چی خیلی سریع اتفاق بیفته حالا از روابط اجتماعی هر چیزی یعنی واقعا خیلی خیلی چیزا مفهوم ارزش واقعی خودش رو از دست داده بله چرا فکر میکنید؟ دلیلش من از شما دارم سوال می کنم شما آره من... نحوی استفاده نحوی استفاده شاید من بدو... شاید من بتونم انتخاب کنم چطوری میتونم از اینترنت انت... استفاده بکنم بچه های ما نمیدونن واقعا مخصوصا من بیشتر تاکیدم باز رو بچه های ماهایی که مهاجرت کردن مه. از قبل مشکلاتی رو دارن مشکلات مهاجرت مشکلات ده؟ فرهنگی ده؟ مشکلات هویتی اینا رو هم باید اضافه کنیم به این مسئله آیا این ببخشید این تاثیر دنیای فست مووینگ یا امروز نیستش که باعث میشه که جوان بیتابتر بشن بچه ها بخوان سریتر تر میشه به دست بیارن فکر می کنم خیلی مستقیما رفت به اینترنت نداره من فکر می کنم بیشترین رسانه اینترنت هستش یعنی بیشترین عاملی که تاثیر بیشترین تاثیر رو گذاشته اینترنت شما هستید که دنیای مدرن دنیای و به همین دلیل میتوسن ولی خانم زکی پور میگن اگر همچنینه بخشیش بخشش به دلیل وجود اینترنته یعنی اینترنت دنیای پر رو سریعتر کرده سرعت بیشتر دقیقا من در نظر میگیرم اینو که دوستی بچه 16 سالش از ایران اومده اینجا هیچ دوستی رو نداره انگلیسی نمیتونه صحبت بکنه هیچ ارتباطی نداره تمام وقتش رو اینترنته خب این بیشترین تاثیر رو از اینترنت میگیره خب خب صد درصد حالا مشکلی اینه که آیا به خاطر که دوست نداره در واقع به اینترنت پناه برده یا چون داره اینترنت استفاده میکنه کسی رو نداره صحبت بکنه باش صحبت بکنه نکته که شما میگین مثلا نکته واقعی چیزی که من دور قبلا روش تاکید کردم نه این بود که مثلا بچا بزرگن و میتونن خودشون تصمیم بگیرن گفتم اراده در واقع سیاسی اونجا مهمه و این وظیفه فقط مثلا شخص شما به عنوان مادر و یا کسی دیگه به عنوان پدر نمیتونه باشه جامعه باید در مقابل در واقع کودکاش و در مقابل بچاش احساس مسئولیت بکنه هر جمله این احساس... خانم زکی پور در ابتدای سوالشون گفتن که خود نحوه استفاده از اینترنت حتی اگر اراده سیاسی برای کنترل اینترنت هم باشه یعنی آره. به فرض اینکه چه چیزی هست و والدین هم حتی بلدن که کنترل کنن سواد تکنولوژی که شد دارن همه اینها برقراره استفاده از اینترنت به گفته ایشون یک سری قابلیت ها و توانایی های اجتماعی رو کاهش میده حتی جلوتر از اون تعدادی از صاحب معتقدن که اینترنت قابلیت های انسانی صرف منهای های تعامل اجتماعی کاهش میده مثلا گفته میشه که اینترنت میزان تمرکز رو کم میکنه به اینکه شما عادت میکنی به تکه های کوچک خواندنی به دیدن عکسی به خواندن جوکی و اگر درس هم بخونی خیلی تکه پاره های است مثل سابق نیست که کتاب خونده بشه که تمرکز در طول دوره طولانی حفظ بشه میزان تمرکز و طول دوره تمرکز رو میگن کاهش داده آیا این واقعا توهمیه یا چنین چیزی هست مطالعاتی شده در این مورد مطالعاتی شده تا حدی هم واقعیه علتش هم بازم میخوام تاکید بکنم که علتش هم در واقع مسئله یا گیر اصلی خود اینترنت نیست ببینید تجربه مثلا فرض نگاه کردن تلویزیون قدیما مثلا شما می شب افراد خانواده دور تلویزیون جمع میشدن یه برنامه تلویزیون نگاه میکردن خیلی شبیه در واقع رفتن به سینما بود به لحاظ تجربه به لحاظ جمع شدن و فلان چیزا یعنی تجربه یک حرکت اجتماعی بود تماشای تلویزیون آره. دقیقا ولی تجربه در واقع تجربه اینترنت شما وقتی که جلوی به کامپیوتر میشین و شروع میکنین در واقع اینترنت کرن. بیشتر به جای اینکه در واقع شبیه تفریح و لذت بردن از سینما باشه شبیه به در واقع قلم زدن توی پاساژ بزرگ در واقع تجاریه که در واقع لذت اساسا تبدیل میشه به نگاه کردن نگاه کردن قدرت خرید و مالکیت خب توی همچین شرایطی تو شما به عنوان یک کودکی که میرین که دقیقاً هم آموزش درست ندارین درست به همون اندازه که لازمه بچه‌ای که قبل از اینکه دو چرخ سواری یاد بگیره دو تا چرخ کوچیکم کنارش باشه چندین بار باش تمرین کنی و اعتماد به نفسش بالا بره اونم در مورد هر چیزی که بچه ها استفاده میکنن این آموزش باید داده بشه و اینترنت پدیده استثنایی نیست درسته که اینترنت از ما تجربه دیدن فیلم سینمایی رو دوره هم گرفته اما بجاش به ما تز... تجربه بازی های آنلاین دست جمعی رو داده تجربه گوش دادن به یه موسیقی مشترک رو داده که چند نفر دوست میشنن با هم دیگه تو هر تو خونه خودشون یه نکته بگم تو کره جنوبی که بالاترین سرعت دسترسی به اینترنت رو داره و بازی های آنلاین محبوب ترین کشور تو دنیا دیدن آمار خودکشی توی نوجوانایی که بازی های آنلاین میکنن به یه حد نگران کننده ای رسیده که چند وقت پیش یک قانونی توی پارلمان کره جنوبی حالا من نمیدونم تصویبش کردن یا نه ولی میخواستن که راجبش بحث بکنن یعنی درسته درسته, که... درسته حتی خبرهای گهگاه از کره جنوبی میرسه مبنی برای اینکه مثلا نوجوانی مریض میشه به سختی مریض میشه و میفته حتی میمیره به دلیل اینکه مثلا 24 ساعت مداوم پشت اینترنت بوده همین شش ماه گذشته چنین خبری بود اما اینها رو اگر خیلی در واقع استثناء بدونیم گفته میشه استفاده از بازی کامپیوتری سرعت انتقال و فراگیری رو بالا میبره یعنی شما میزان کلمه هوش من استفاده نمیکنم برای اینکه در موردش حساسیت دارم یه موقعی برنامه در موردش خواهیم ساخت اگر استعداد فراگیری جوانهای الان رو با جوانهای پنجاه سال پیش مقایسه کنی جوانهای الان خیلی سریعتر میتونن بیاموزن این بخشش به دلیل اینترنت نیست این رو این مثال رو قدرت... در نقض اون چیزی که خودم از آقای خیابانی پرسم در مورد اینکه اینترنت تمرکز رو کاهش داده یا نه من میگم قدرت تخیل و صد درصد افزایش میده و مسلما هنرمندایی که از این نسل اینترنتی تا همین الانم هم ظهور الان کردن قابل مقایسه نیستن با نسل قبلی ولی اگر به یه حدی برسه که شما مرز خیال و واقعیت رو نتونید تشخیص بدید مجاز و از واقعیت خب در زندگی عملیتون دو چهار مشکل میشید یعنی اون چهار خصیصه ای که من شمردم گمنامی و در دسترس بودن و, و تخ... تخیل رو و اه... تعامل اینا همه خوبه ولی میتونه به ضد خودش و علیه خودش عمل بکنه شما ببینید توی زبون انگلیسی من دقت میکنم این جوونای دانشجوهای مثلا دانشگاه که دانشجوهای لیسانس اینا سر کلاس وقتی یه بحث خصوصی میشه که مثلا قرار حالا ده دقیقه صحبت کنن من میبینم که اینها وقتی که صحبت میکنن از روابط خصوصیشون اینها کمتر کلمه ریلیشنشیپ رو دیگه استفاده میکنن رابطه مسئله رابطه رو. مسئله کانکشن پیوند رو استفاده میکنن یعنی اون چرا؟ چون توی کانکشن توی یه توی شبکه است برخلاف رابطه دو نفر شما به شبکه راحت میتونید وارد بشید راحت میتونید خارج بشید هزینش خیلی پایینه یعنی من احساس میکنم اینترنت یا فضای مجازی رو اگر مکمل واقعیت نباشه میتونه خطرناک باشه ولی اگه مکمل واقعیت یعنی شما ببینید خیلی واضحه در, 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 در درون خود در درون اینترنت این استعداد هست که مکمل واقعیت باشه یا اینکه ببره از واقعیت و فرد رو خلق کنه در فضای مجازی دو خود دو اینترنت من... چه استعدادی داره هر دو هست من میگم بیشتر به سمت به مجاز بردن و کش و کانکشن رو ت... و کردن. پیوند رو به جای رابطه بزنه شما مثلا تو کشور عربی تو مصر این درسته فیسبوک و توییتر خیلی مهم بود ولی اینا تا وقتی نرفتن تو خیابون اتفاقی نیفتاد یعنی کمک کرد خیلی شبکه های اجتماعی به اینکه اونجا سریع تر و زودتر ولی اتفاقی که در ایران همه پشت شبکه اجتماعی از اونجا نمیتونید شما چیزی را عوض بکنید بذارید این مثال ایران و شبکه مجازی در مقابله با واقعیت عینی رو از آقای خیبانی اینجوری بپرسم که گفته میشه که در دنیای مجازی کنشگر احساس قدرت میکنه برای اینکه همونجوری که شما گفتن شما میتونید پیامی رو به صدها نفر بفرستی و خودتون گفتید میتونی استفاده دیگه ای هم از اینترنت بکنی کنشگر فرد انسانی اهمیت پیدا میکنه در تقابل با نهادهای قدرتمند اجتماعی توی دنیای مجازی چنینه اما به واقعیت خیابانی که این کنشگر میاد کنشگری که احساس قدرت میکرده یک مرتبه میبینه بسیار ضعیفه با باتوم استخوناش خورد میشه میفته کف خیابون و این تقابل فوق العاده ایجاد سرخوردگی میکنه این سرخوردگی میتونه فوق العاده نگران کننده باشه دیگه ما توی جامعه توی ایران زندگی میکنیم که در واقع حوزه در واقع تجاوز و حمله در واقع دولت به حریم خصوصی و حوزه خصوصی و شخصی مردم به شدت بالاست یک در واقع منطق تمامیت گرایی فرنگی وجود داره که در واقع میخواد همه رو در واقع یکسان بکنه به همین خاطر در واقع توی میادین عمومی الان هم هست که دوباره مورد جدید طرح عفاف و حجاب هست که شما سر لباستون سر حجابتون سر آرایشتون سر موسترتون باید حساب پس بدید توی همچین جوامع بسته‌ای حتی جامعه که مثلا میرن ماهواره ها رو در واقع از تو خونه های مردم نه. از اون پشت خونه خصوصی مردم جمع میکنن خب توی جوامه جوامعی که در واقع امکان حضور علنی و آشکار توی در واقع حوزه واقعی نیست فضای مجازی به تبدیل به, به فضایی میشه, میشه, که در واقع اونجا تاکید بشه روی هویت و فردیت افراد و در واقع سعی کنن از اون حالت در واقع عمومی که سعی میکنن همه رو یکسان نشون بدن بیرون که اونجا فرزن غلام اونجا به عنوان یک فرد میره نه که قرار مثل خیلی از دیگه... فضای مجازی میشه محلی برای ابراز تمایز هویتی تمایز هویت و بر. به این البته ممکنه باز اگر وقت بشه بگردیم که آیا واقعا در اینترنت تمایز هویتی هست یا نه هر فردی یک ویترینیه بذارید <تصفح> من میخوام برگردم به اون بحث جالبی که آیا استابیت مطرح کردن در مورد وبگردی و ولگردی ببینید ما الان اینترنت باعث شده که تو نحوه تولید محتوای تغییر اساسی ایجاد بشه نه قبل از این اگر تلویزیون دولتی بودش که با از ثروت و قدرت میاد یه کانتنتی رو درست میکنه یه خوراک فکر... رو درست میکنه یه مزمونی رو به عنوان یه خوراک فکری درست میکنه و اون رو به خورد جامعه میده تا فکر اونها رو هدایت بکنه امروز اینترنت باعث میشه که افراد مختلف بیان مضمون مختلف رو تردید بکنن و در واقع مردم در یه شاهره اطلاعاتی قرار میگیرن همون بحث آزادسازی جن اطلاعات به نظر شما این باعث نمیشه که این مردم پخته تر داناتر فهمیده تر بشن؟ وجود شاهرا اطلاع خیلی خوبه ولی مهم اینه که آیا من فیلتری دارم که چه اخباری رو چگونه اخبار رو داوری بکنم یعنی اصلا یه مسئله وجود داره و اون مسئله این است که ما به میزانی که گزینه بیشتر داشته باشیم ممکنه که دوچار روانپریشی بیشتری بشیم یعنی من اگه برم ببینید خیلی واضحه شما اگه فقط دو تا کانال تلویزیون دسترسی دارید بالاخره یا این نگاه میکنید یا اونو یا مگه نگاه نکنید میدید یه کار دیگه میکنید ولی وقتی 400 تا کانال ماهواره دسترسی دارید تمام م... خیلی ها یعنی این اتفاق میفته برای خود من افت. که یه دفعه میبینم دو ساعته فقط این کانال ها رو بالا پایین کردن یک برنامه رو نشستم به طور دقیق و عمیق نگاه کنم تا تهش یعنی انسان ممکنه سطحی اینکه اون 400 کانال هست خوبه من نمیگم بده ولی اگر کسی که میاد از این ابزار استفاده بکنه مجهز در اصل به یک معیار و سنگ محکی نباشه اون خیلی بد میشه اتفاقا نسبت به کسی که اون امکانات رو نباشه به انسانی ای... که میتونه اطلاعات رو از چند تا شبکه مختلف بگیره بهتر از انسانی که فقط مجبور مثلا صدا سیما ایران رو گوش بده من من فکر من بهتره که این صرف انتخاب امکان رو... انتخاب پدیده مثبتیه دیگه آره امکان انتخاب رو به خود فرد بدیم این نه خوبه که هست ولی لزوما به این معنی نیست که اگر من به تمام آر مثلا آرشیف های سینمایی دنیا و به تمام مثلا کتابخونه ها و مجلات دسترسی دارم لزوما به این معنی نیست که من از اونها استفاده میکنم اینکه من سرک بکشم در اونها خیلی فرق داره تا اینکه در اونها قورقوس <تصفح> او <روغوست من. تصفح> برای همین گفتم مثل توریست و خانه خانه بدوشه که یه جاهای سرک می‌کشه یه عکس از اینجا می‌گیره عکس از اونجا و اینا یه اپیزودایی میشه بخش بخش ولی یک روایتی تو اینا نیست که اینا رو به هم وصل کنه و یه داستان با معنی ازش بسازه اگر کسی مثلا یک اکادمیسیانی یک پژوهشگر یک روزنامه نگاری رو شما در نظر بگیرید بله این مسلمه که وجود اینترنت اصلا به خصوص در یک کشور استبدادی مثل ایران بی خود ای ازش میترسن بله. خوب اصلا قابل مقابل ولی استفاده که نسل جوان ازش میکنه مخصوصا دو جامعه غربی اصلا این نا... نیست یعنی تحقیقا نشونه بیشتر همین برقرار کردن روابط زودگذر و همینه که زود این بهش میگن تو انگلیسی اشباع خود خودش رو به نمایش بذاره و نمایش بقیه رو هم ببینه این خودش رو به نمایش بگذاره برمیگرده به اون نقطه ای که من گفتم آقای خیابانی به نظر میاد اشخاص توی اینترنت بیش از اون که واقعا اهمیت بدن که چه چیز باید گفت بیشتر به اینکه چه ویترینی باید چید فکر میکنن خود کلمه فیسبوک هم جالبه دیگه فیس یعنی صورت ما اگه اون رو تبدیل کنیم به صورتک هر کسی میتونیم بگیم در فیسبوک مثلا که بزرگترین شبکه اجتماعی یک صورتکیه که میتونه تغییر کنه به سرعت و به این ترتیب هویت خیلی سیاله دیگه برای اینکه اون ویترینی که شما با دیگران سهم صح... سهیمش میکنید دیگه با دیگران به شراکت میگذارید دیگه نیست در مورد همه نیست یعنی فکر کنم خود پد... تعمیم دادن این قضیه که گویا هر کسی که تو فضای مجازی است از اون فرصت از وبلاگش از فیسبوکش به عنوان ویترینی برای نمایش خودش استفاده میکنه فکر کنم یکم غیر منصفانه است کسایی هستن طبیعتا خود پدیده در واقع حضور داشتن و علنی بودن به عنوان یک فرد کلا همین که گفتم قبلا هم توی دهه 14 گذشته خیلی خیلی برجسته شده یکی دلیلش اینه که در واقع خود فردیت و از این شرایط استفاده کردن برای ارتقا و موقعیت خود و معرفی کردن خود بیان خود, خود مهم شد. و بیان خود تبدیل میشه به بحث خیلی جدی توی شرایطی که بخصوص حوزه های در واقع جمعی و در واقع شد جمع ها در هم ریخته شدن سرکوب شدن فلان شدن در داغون شدن این ماجر پناه بردن به اون حوزه خصوصی در واقع تبدیل میشه به پناهگاهی متو خیلی هم هستن که در واقع از این امکانات یا اون چیزی که شما به عنوان ویترین از استفاده اسم بردین از این ویترین برای در واقع جلب همبستگی برای متحد شدن برای متشکل شدن برای در واقع تقسیم آرزوهاشون آمالاشون احساساتشون فلان استفاده میکنن کسایی هستن تجربهش هم هست نمونه هم داریم که مثلا فرزن وبلاگ نویسی رو شروع کردن با این حساب که در واقع موقعیت اجتماعی خودشون ارتقا بدن و ارتقا هم دادن خیلیشون الان مثلا برای سازمان های در واقع بزرگ خبری کار میکنن ولی بله. همه اینجوری نبودن سر موارد مسئله همون نمایش بیشتر مطرح هستش روی فیسبوک حالا اگه باز دوباره بخوام بحث رو بچه ها بکشونم رو جوون یا رو جوانا بکشونم این مسئله نمایش خیلی براشون مهمتر هستش تا اینکه بخوان یک ایده ای رو با هم دیگه تقسیم بکنن یا یک کار گروهی رو با هم انجام بدن ضمن که تو بزرگ سالها هم خیلی این مسئله اتفاق میفته ولی بذارید سنت شکنی کنیم من از شما سوال بپرسم من وقتی نوجوان بودم یک دفترچه داشتم تو شعر می نوشتم توش نمیدونم داستان می نوشتم افکار خودم رو که اون موقع به نظرم خیلی متعالی میومد می نوشتم این دفترچه ها الان هستن خب همون تبدیل شده به یک وبلاگ یا یک صفحه فیسبوکی چه ایرادی شما داره شما عملا که... دارین یک کاری انجام میدین یک چیز رو دارین خلق میکنین یه اتفاق اینجا داره میفته خب در اینترنت چنین نیست نه عملا هیچ اتفاقی نمیفته تو فضای مجازی شما یه مورد سادهش اینه که مثلا بچه ها 600 تا 800 تا دوست کاذب دارن روی فیسبوک که ممکنه هیچ وقت همیچ هیچ ارتباط نزدیکی دوست با... یعنی چی؟ یعنی دوستی که فقط اسمش تو لیستش هست شاید اصلا نشناسه اصلا اون شخص واقعی نباشه ولی اگر اون چیزی که من شعر می نامیدم در دوازده سالگی رو الان بنویسم و به این 600 نفر بفرستم و اینا بتونن بخونن یا لقل 50 نفرشون بخونه این دیگه کاذب یا غیر کاذب چه ایرادی داره؟ ایرادی به نفسه نمیتونه داشته باشه ولی این مجازی بودن فضای فیسبوک خیلی چیز عمیق و فراگیری هستش به نظر من و یه یه موردی که خیلی ها ازش نگرانن اینه که من وقتی اطلاعاتم رو میذارم روی اصولا گاهی وقتا من اصلا نمیخوام رو فیسبوک باشم ولی هستم مم. یعنی اگر جایی باشم عکسی از من گرفته بشه کسی که با من بوده میتونه اون عکس رو روی فیسبوک بذاره آه این سوالی... یعنی من نیستم ولی نیستم ولی هستم یا اینکه مثلا من خودم شخصا جایی کار میکنم که مجبورم اسمم رو به ارباب رجوع نشون بدم خب من یه جوری خودمو دارم در دسترس قرار میدم یعنی همیشه این دغدغه و نگرانی رو دارم که میتونم خیلی به راحتی شناخته بشم شناخته در اینترنت بشم. و ایمیل برم بفرستم بر، و بر، بر خلاف م... ب... اینترنت با حریم شخصی چیکار کرده اه... سوال اصلیشون در واقع اینجا اینه دیگه اد 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 توی زمینه به نظرم خب مختل کرده و تاثیرات در واقع عمیقی توی عرصه‌ای گذاشته مت این حریم شخصی و حریم خصوصی که در واقع ما داریم بهش اشاره می‌کنیم ببین از چند نفر از چند جهت میشه شما بهش نگاه بکنین خود به این حوزه شخصی بعضا ما جوری صحبت می‌کنیم که گویا مثلا فرضن اگر عکس من اومد فلان خب تقصیر خودم مثلا نباید می‌ذاشم که هست تا حدی هم تقصیر منم ممکنه باشه آقای خیابانی خیلی از چیزایی که هم شما اشاره کردین هم آقای ثابتی اشاره کردن غیر قابل مهار هستش غیر قابل کنترل هستش دست خودتون نیست عکس آره آره, آره, آره نه ده ده نه ده ده الان میگم که با اون میشه کسایی هستن اونجا آره. که مهارت های تکنیکیشون اونقدر بالا هست که بتونن به راحتی دسترسی پیدا کنن. آره به نظرم اون نکته مثبتی. من ببینی ببینید هر شخصی و خصوصی قبل از اینکه در واقع تمرکزشون قبل از اینکه تمرکز در واقع و گناه و گردن خود افراد بندازیم به نظرم بازم خوب یکم بکشیم عقب تا به واقعیت بزرگتر نگاه کنیم گردن افراد نمیندازن گردن اینترنت هی. گردن اینترنت آره یا حتی گردن اینترنت <صیح> <صیح> ببین مثلا توی زمینه به اصطلاح مداخله تو حوزهای شخصی و خصوصی از دو طرف قبل از اینکه به خودمون رسیم از دو طرف در واقع مورد تهاجم قرار گرفته یکی دولت‌ها هستن یکی دولت هم شرکت‌های بزرگ هستن مثلا شما غیر ممکنه بری توی فرضاً سایت گوگل مثلا یا بخوای در واقع ایمیلی بفرستی اونجا شروع کنیم فارسی تایپ کردن فاصله تمام های فارسی که کنه فکر کنن به درد شما مثلا میخوره چپ از از این طرف اون طرف میاد شما کارت به اصطلاح قطاری که هم کارت مترویی که هم میکنین کارت فروشگاهی که هم میکنین کریدیت کارتتون کارت اعتباری تلفنتون چپ و راست مرتب نشون میده که شما به عنوان شهروند تو چه حوزه هایی دارین مثلا یعنی معتقد هستید این که من حریم شخصی غیر قابل دسترسی دارم این الان دیگه ت... توهم و ربطی هم به اینترنت به طور نداره دولت ها زیرش بودن ببین توی خود همین بریتانیا بیشتر است بر, بر بنا به برخی از ضربه بیشتر از 5 میلیون دوربین مداربسته است یعنی برای هر ده نفر انگلیسی که اینجا دارن زندگی میکنن یک دونه دوربین مداربسته و آه آه با... است و این کنترل موافق است یعنی اینکه حریم شخصی خیلی قابل دسترس شده برای دیگران این ضرورتا ربطی به اینترنت نداره این حریم خصوصی خیلی پیچیده شده در غرب شما میبینید که خانم مانیکا لوینسکی خیلی راحت به تمام دنیا شرح دقیق رابطه جنسیش با آقای بیل کلینتون رو توضیح میده ولی بعدا که ازش میپرسن که شما در انتخاباتی که خانم هیلری کلینتون میخواست برای سنای آمریکا رقابت کنه ازش پرسیدن که شما از مانیکا لوینسکی شما به هیلری رای را میدی یا به رقیبش گفتین یه مسئله خصوصی من راجع به این به شما و به عموم نمیگم ولی خصوصی تن چیز دیگر مسئله یعنی یعنی خصوصی معناش یه برنامه اجتماعی که معناش فرق میکنه, فرق میکنه. و اینترنت اجتماعی. این رو تغییر داده یعنی مارتین اسمم یه کتابی اخیرا با یه نوشته از فیلسوفای آمریکایی اینکه چگونه اینترنت فضای مجازی مفهوم شرم رو تغییر داره میده یعنی نمیشه گفت شرم دیگه وجود نداره ولی فضای مجازی امکان میده که شرم رو مقداری شما با بی شرمی به معنای متداول موضوعی مدارا کنید من توی دانشجوهای خودم میدیدم اینو واقعا دانشجوهای انگلیسی که خیلی با جوون ایرانی فرق دارن تو فیسبوک حالا ما میتونیم به معنی منفی بگیم صورتک به معنی مثبت بگیم رخنامه بله جوان ایرانی واقعا بیشتر به عنوان رخنامه یعنی اخبار شعر بله. یعنی یه استفاده مست... من واقعا اینو بدون اقراق میدم تو 5 سال شاید بین 450 یا 500 تا دانشجوی انگلیسی و حالا یعنی اروپایی که در رو فیسبوک هم با هم دوست بودیم واقعا اگر یک درصد اینا غیر از اینکه عکس مستی خودشونو و راجع به جزئی ترین روابط جنسی خودشون چیز دیگه اونجا پست کرد یا سفر میخوان برن کجا واقعا درو گفتم یعنی 99 درصد کاربردی که اون فیسبوک براشون داره برای نمایش انگلیسی, و اروپایی نمایشگری روابط جنسی شونه در مورد و ایرانی خیلی اتفاقا از این لحاظ حالا ممکنه بگید که یک قید و بندهایی وجود داره ولی هرچست در فیسبوک لاقل به خاطر اون فضای استبداد ایران اونجا محلیه که اخبار رو شما یعنی یه مقدار حالا خی... یعنی خیلی بهتره نحوه استفاده بهتری از فیسبوک به خاطر این خطرهایی که مثلا من راجعش صحبت میکنم، خیلی هنوز به جامعه ایران سرایت نمی‌کنه نمی یعنی جامعه ایران باید به یک جامعه پسامدرن تبدیل بشه که دقدقه هاش فرق بکنه د... که در های شما بود و من میخوام با اون این برنامه رو به پایان برسونم اینه که شاید مفهوم حریم خصوصی و حریم شخصی دیگه تغییر کرده یعنی اینترنت شاید بشه گفت که حریم خصوصی رو محدود کرده اما حریم خصوصی دیگه اون چیزی نیست که در جامعه سنتی ازش صحبت میشد و شاید باید با معانی جدید حریم شخصی حریم خصوصی کنار اومد چرا چون باید با اینترنت کنار بیم بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان های برنامه غلام خیابانی، عرفان ثابتی، هومن مقرازی و توبا زکیپور این برنامه رو روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید ضمنا تمام برنامه های ما روی صفحهمون در فیسبوک آرشیو شده شب و روز بر همه شما خوش